سطر رحمانی فعال کارگری از لندن همراه ما هستند آقای رحمانی هم تو که در خبرها هم اشاره کردم یکی از خواسته های کارکنان شرکت نفت و گاز پارس پرداخت و حقوق و دستمزدشونه اما خب خواسته های دیگری هم مطرح شده که میخوام از شما بشنوم مشکلات کارکنان این شرکت رو ببینید شعاری که میدادن جالب بود سرتر حقوق زدن ظالمانه حق مسلم ما حقوق عادلانه یعنی نشون میده که کارگران نفت آگاه هم که در بخشهای دیگه ایران هم مشکل معیشت وجود داره و حاکمیت دست برده به جیب یا مردم اما خب علاوه بر این خواستهایی که مطرح کردن حذف محدودیت غیرقانونی پرداخت و اصلاح نظام حقوق و دستموز رو مطرح کردن اعمال ترمیم حقوق طبق دستور عمل جدید که اومده و حذف محدودیت حق صنوات بازنشستگی اجرای کامل ماده ده و عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی سرداد مازاد مالیات کسب شده و اصلاح کف حقوق و عدم ادغام صندوق بازنشستگی با سایر صندوق ببینید این ماده ده که به هر صورت قبلا هم اینو اعتراض داشتم به این مسئله در شرکت نفت به اینه که با روی کرد خود ماده ده میگه برای اینکه شرکت نفت شرکت میتونه مهارتهاش هاش بین باشه و کارگران به در جای دیگه این رو پیدا بکنه بنابراین گفته برای اینکه با تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهرهوری از میادین مشترک نفتی و حفظ نیروهای متخصص و غیره که آوردن این بند پیشنهاد میکنه که به ترمیم پایه های حقوق به طور مرتب پرداخته بشه اما الان دلیل اجرا نشدنش رو میگن این موضوع اجازه یا تکلیف بودن ماده ده قانون یا وظایف وزارت نفت نیست و بنابراین ما نمیتونیم بر اساس این ماده که تاکید نکرده که این لازم الاجراس یا تکلیف است ماده ده اینا میگن تکلیف نیست و بنابراین از وزاریف و اختیارات نفت هم اجازه نمیده این ماده را اجرا آقای رحمانی همونطور که اشاره کردم بیشتر این ششمین تجمع کارکنان این شکست است در سال جاری دولت پزشکیان فکر کنید چقدر امکان پاسخگویی به مطالبات کارگران رو داره مخصوصا با توجه به اینکه 350 هزار میلیارد تومان الان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده فکر میکنید در کوتاه مدت بتونه این منابع کمکی بکنه و مشکلی رو از پیش ببره به این کارگران به دوازده روز از روز شروعشون به رئیس محترم بقول قول عملیات تولید فرصت دادن که این برای رفع محدودیت های حقوق که نشده فکر کنم پانزه شهریوره که چند دو روز مونده و همینطور الان مشکلی که کارگران نفت دارن نامه هایی که نوشتن به وزارت خانه های تابعه وزارت نفت گفتن هیچ کدوم از خواسته های ما برطرف نشده و هنوز انگار صدای ما شنیده نشده و اقدامات اولیه که اینا مطرح میکنن در نامه هایی که می به مسئولین نفت اینه که شما اگر میخواید جلسه ای به عنوان جلسه شورای اه اه نمایندگان ما و نمایندگان شما که بیان صحبت بکنیم و این مسئله حقوقی رو مطرح کنیم اما در پایانش تو این نامه ای که یکی از کارگران نوشته نوشته گوی وزیر محترم نفت با صدای یا صدای اعتراضات کارکنان وزارتخانه خود رو نشنیده یا اگر شنیده چندان اهمیتی براش نداشته که تا کنون جهت پرداخت کامل حقوق دستمزد قانونی کارکنان عملیاتی اقدام خاصی انجام بده گفته که ما شش ماه انتظار زمان بسیار زیادی به ما حق دهید که صبرمان لبریز شده است بنابراین تا اینجایی که امروزی که صحبت میکنیم هیچ نو اقدامی که مؤثر باشه حتی به یکی از خواسته های این کارگران رسیده شده باشه عملا داده نشده و در پایان پیام پیام کارکنان عملیاتی به مهندس پاک نژاد اینه که جناب آقای وزیر نفت تا دیر نشده به حقوق ما برسید وگرنه اعتراضات وسیع تری و اقدامات در حقیقت به به حساب کردن و این نقطه عطفیه که اگر کارگران به این مسیر یعنی به اعتصاب برسند کارگران عملیاتی تولید نفت در اون موقع دیگه دولت هیچ کاری نمیکنه برای اینکه اقتصادش هم به نفت وابسته است مشکلی که هست اگر این اقدام هماهنگ بشه با بخشهای دیگه الان در زمانی هستیم که اون جنبش زن زندگی آزادی هم دو ساله میشه و این واقعا واقعا شرایط بسیار سختی رو برای حاکمیت به وجود خواهد بود خیلی متشکرم از شما سطر رحمانی فعال کارگری از لندن